بچه سلام به قسمت دوم درس کم خیلی خیلی خوش اومدید فقط یه نکته بچه روخونی کردن خیلی آسونه اما اینکه ذهن شما بتونه موقعی حرف زدن اون کلمات رو به خاطر بیاره یا یعنی اینکه اگر کلمه رو به خاطر آورد بتونه در جملات مختلف استفاده بکنه اون هنره پس حسابی سعی کنید باهاش جمله بسازید برای من کامنت کنید براتون تحصیل میکنم و کارهای از این قبیل رو انجام بدید که کامل لغت توی ذهنتون بشینه بریم سراغ درس امروز خب عزیزان رسیدیم به قسمت دوم درس 21 که داشتیم راجع به حرف اضافه ها و وجودشون در عبارات صحبت میکردیم خب حالا بچه ها ببینید اینجا یه سری سوال داریم جلوش هم جواب داریم حالا من علاوه بر این دو قسمت باید همزمان قسمت گلاسری رو هم براتون توضیح بدم پس باید اول مثلا سواله رو بخونیم بعد بریم سراغ جوابش بعد بیایم اینجا معنی کنیم و حسابی راجبش صحبت بکنیم بعد بریم بعدی اینجوری روش کار خب Did you like London when you went there? خب ببینید بچه ها این you یا دیجیو میشه مونتا دی you رو وقتی میگیم که یه مقداری سرعتمون افزایش پیدا کرده باشه خب Did you like London when you went there? خب اینجوری یعنی وقتی رفتی لندن اونجا رو دوست داشتی I don't remember I don't remember خیلی وقتا به خاطر اینکه ما سری داریم صحبت میکنیم ممکن این ت خیلی قلیز تلفظ نشه خب I was only eight at the time یعنی من اون موقع فقط 8 سالم بود پس at the time چی میشه اون موقع نگاه بکنید قسمت گلاسری رو at the time then I worked there in 2016 I was 24 at the time خب معنیش میشه من سال 2016 اونجا کار میکردم اون موقع 24 سالم بود در اون زمان 24 سالم بود یه همچین چیزی How many people came یعنی چند نفر اومده بودن At least 25 یعنی حداقل 25 نفر خب پس at least میشه حداقل not less Them. این هم تعریف انگلیسیش فقط یه چیزی باید بهتون بگم at most میشه حداکثر خب این هم یاد بگیرید at most خب بریم بعدی what are Liam and Yasmin doing at the moment خب بچه ها at the moment میشه now or around now یعنی الان خب یا حدود زمانی که الان هستیم و داریم تیش میکنیم مثلا I'm busy at the moment یعنی من الان سرم شلوغه Not in this moment حواستون باشه که این غلطه حالا مثلا اینجا گفته لیان و یاسمین دارن چی کار میکنند الان I think they are on holiday یعنی من فکر کنم اونا الان در تعطیلات هستند on holiday, not working or studying and often away from home. یعنی yani, نه مشغول کار کردنید نه مشغول درس خوندنید و اغلب از خونه دور. خب بریم بعدی. Did you یا همونطور که گفتم اگه سریعتر بخواید بخونید Did you know Ellie at university؟ حالا بچه ها at university یعنی در دانشگاه منطقه چه زمانی استفاده شده؟ زمانی که شما به عنوان یک دانشجو در دانشگاه بودید خب یعنی الی رو از زمان دانشگاه میشناختی یه همچین چیزی میشه چون گذشته است حالا Yes we were there at the same time یعنی بله ما همزمان اونجا بودیم حالا این پایین رو دقت بکنید at the same time used to say that two or more things happen together یعنی استفاده میشه برای اینکه ما بخوایم بگیم دو یا چند تا چیز همزمان اتفاق میفته بریم بعدی is ethan here یعنی آیا ایتن اینجاست yes but he's on the phone. خب on the phone یعنی چی؟ یعنی داره با تلفن صحبت میکنه من از سفر ببرم بالاتر. using the phone and speaking to somebody. also on his or her phone or mobile phone. یعنی استفاده کردن از تلفن و صحبت کردن با کسی همچنین شما میتونید از موبایل فون هم استفاده بکنید یا همون تلفن همراه پس اینجا منظورش چی بود؟ میگه که بله اینجا هست تو داره با تلفن حرف میزنه Were you late؟ آیا شما دیر کردین؟ No, I'm always on time یعنی من همیشه آن time هم. On time یعنی چی؟ Not early or late خب بچه ها اینجا یه چیزی خیلی مهمه ببینید ما اگر این تایم داشته باشیم یعنی شما یه ذره زودتر هم رسیدی اما آن تایم یعنی اینکه مثلا اگه دوازده قرار داریم همون رأس دوازده رسیدیم خب این دیگه کلا ساعت اضافه دیگه نداره رأس همون ساعت شما به قرار حالا یا کلاس یا حالا هر چیز دیگه ای رسیدید دیگه بریم بعدی When will you finish painting the house? خب میگه کی رنگ کردن خونه تموم میشه؟ خب منظورش در آینده است دیگه ما کلا خودمونم تو فارسی رو میپرسیم آینده منظورمونه. Oh by the end of the week. یعنی تا پایان هفته یعنی دیگه مثلا هفته بعدی نمیشه تو همین هفته تا آخرش تمومه تا پایان هفته حالا اینجا By the end of something Not later than something میشه دیرتر از این دیگه نیست مثلا وقتی من میگم تا پایانه یه چیزی یعنی از اون دیرتر دیگه اتفاق نمیفته منظورش این هست بریم سال آخر گفته is مثلا حالا هر کسی working now یعنی آیا این الان داره کار میکنه نه no. in fact میگه نه در واقع he is in hospital with a broken leg میگه نه در واقع اون الان بیمارستانه با پای شکسته حالا in fact یعنی چی؟ used to say that میگه استفاده میشه که بگیم که چی؟ something is true یه چیزی درسته often the opposite of what somebody says or thinks یعنی اغلب مخالف اون چیزی که یک کسی گفته یا فکر میکنه she looks English but in fact she is Spanish میگه اون به نظر میرسه انگلیسی باشه اما در واقع اون اسپانیایی هست سینونیمش هم که چی میشه؟ Actually که همون معنی در واقع رو داره و بچه ها چند تا جمله هم اینجا داریم مثلا گفته If you are at university You are studying بچه ها دقت کنید این studying نیست studying هست خب اشتباه نخونیدش حتما چک بکنید توی دیکشنری هم دقیقا همینطوری تلفظ میکنه studying اشتباهه You are studying in a university. یعنی اگر ما بگیم at university یعنی الان دانشجو هستیم داریم تحصیل میکنیم داریم درس میخونیم If you are at school you are a pupil or student pupil همون دانش آموز هست پس زمانی که ما at school رو میگیم یعنی دانش آموز هستیم تو مدرسه داریم درس میخونیم If you are in hospital There is something wrong with you and you must stay there. یعنی اگر شما در بیمارستان هستید یک چیزی مشکل داره که تو بیمارستانید دیگه و باید اونجا بمونید. If you are in prison prison بچه ها میشه زندان. میگه اگر شما در زندان هستید you have done something wrong یعنی یک چیزی رو؟ اشتباه انجام دادید illegal غیر قانونی بوده and you must stay there for a period of time یعنی باید اونجا برای یک مدت زمانی بمونید خب اینم از این امیدوارم که خوب یاد گرفته باشید سوالی هم بود حتما کامنت کنید مرسی خب این از درس امروز بچه ها سعی کنید با هر کلمه یا عبارت جدیدی که یاد میگیرید حسابی چند تا جمله بسازید که توی ذهنتون شکل بگیره خیلی خیلی ممنون که با همراه هستید حمایت فراموش نشه تا ویدیوی دیگر بدید خدا